و ما برای قسمت برنامه مهمون داریم آخ چه مهمونی میشه این کرونا بره راستی مهمون در بیاد تو آدم بغلش بکنه اما حالا تا کرونا هست ما از طریق این ماسماسک یعنی اسکایپ براتون مهمون داریم مهمون این هفتمون شادی امینی که من اگر چه عاشق آهنگ تهرانشم ولی به تازگی یه ترانه منتشر کرد به اسم دژمن همین چند وقت پیش باش مصاحبه کردم با هم ببینیم ده به شادی و بردی برامون سلام شادی عزیز سلام مسیح عزیز من اینقدر داد زدم شما اینقدر آروم بودی فهمیدم صدام خیلی <تصفح> همه چیمونم نقطه مقابل همه این که جنگل موهای شما مثل آبشار زیباست فکر کن با من خیلی زیباست من عاشق موی فرم اتفاقم <تصفح> فکر کن با همین تیپ و با همین قیافه و با همین لباس تو تلویزیون ایران میشستی الان چه اتفاقی مگه میافتاد؟ برای ما که هیچی ولی ظاهران برای بعضی اتفاقای خاصی میفته که نمیتونن تحمل کنن شادی جان تو ده. تصمیم گرفتی که آواز بخونی میخوام ببینم آخه معمولا تو بچگی با ما میگن که آواز خوندن کلا درآمد داره نه نون داره واسه چی رفتی آواز بخونی دلیل خودت چی بود که رفتی سراغ خوانندگی از بچگی خب خیلی دوست داشتم یعنی همیشه انقدر تو خانواده ای که بزرگ شدم بعض معاواز وجود داشت و ما همیشه توی دوره هم جمع شدنامون یک بخش لاینفکش این بود که شروع کنیم به آواز و رقص و اینها و من با این توی همچین فضای بزرگ شدم وقتی که از ایران اومدم بیرون شاید خیلی ها این داستان رو بدونن تعریف کردم همه جا که من وقتی از ایران اومدم بیرون انقدر این دوری و تنها شدن برای من سخت بود و من دو چاره کرد که به قصد آواز خوندن خارج نشدم ولی به قصد اینکه فقط از اون محیط و اون فضا شاید <تاقت> هم تموم شده بود به امید ساختن یه دنیای بهتری برای خودم و یک فردای بهتری برای خودم از اون کشوری که واقعا عاشقش بودم اومدم بیرون و بعد دچار یک افسردگی شدم که فقط همین آواز خوندن تونست منو نجات بده الان که بیرونی هم میتونی آواز بخونی هم میتونی دستاتو اینطوری بندازی بیرون هم میتونی موهاتو بندازی بیرون ول کن دیگه از راه دور دیگه چرا هنوزم داری راجع به آواز و حجاب میخونی واقعا چرا اتفاقا این کامنتی هست که خیلی ها میان می که شما که دیگه رفتی اون ور آب و اینها اگه خیلی مردی بیا اینجا و... که <متصفح> <تصفح> <تصفح> ما مرد نیستیم ولی میخوام خودت بگی چرا هنوز در مورد این دوتا موضوع هجاب و آواز حرف میزنی و میخونی برای اینکه احساس وظیفه میکن برای اینکه معتقد هستم که وقتی که ما اگر از کشورمون میریم بیرون اون وطن و اون خاک و پشت و سرمون جا نمیذاریم اونجا ما در اونجا بزرگ شدیم نفس کشیدیم کار کردیم درس خوندیم تلاش کردیم که یک زندگی رو بسازیم حالا اگر بنا به دلایلی مجبور شدیم از اون خاک بیایم بیرون معنیش نیست که همه اونها فراموش میشه و معنیش این نیستش که میلیون زنی که هنوز مردم من کارام همه برای زنان نیست کار من خیلی از مفاهیم اجتماعی داره و به مسائل روز ایران میپردازه و من احساس و مسئولیت میکنم اگر حرفی دارم بزنم و اگر صدایی دارم فکر میکنم که وظیفه من هست که اون چیزی که مردمم باهاش درگیر هستن و خودم باهاش سالها جنگیدم و درگیر بودم و من رو تحت فشار قرار داده رو بازگو کنم و راجبش صحبت بکنم دقیقا آدم مگه باد که نخش رو ول کنن بگن حالا تمام مدتی که نخه بسته بود و ول کن در موردش حرف نزن و برای همین من توی آوازت وقتی میبینم در مورد هجاب چیزای سیاسی حرف میزنی برام جالبه ولی واقعا جلوتون ممکنه بگیرن یعنی تأثیری هم داره که دیگه نذارن کنسرت برگزار کنی یا فقط شایع هست اینا ببینید اصولا سراغ نمیان خیلی و اینکه متاسفانه جمهوری اسلامی انقدر در گذاری سیاستهاش قوی عمل کرده که حتی مدیاهای خارج از ایران رو هم به راحتی داره کنترل میکنه شادی جان فکر میکنی یعنی کلا تو ذهنت همچین رویایی هم داری که مثلا یه روزی تو ایران یه خواننده ای مثل تو کنسرت داشته باشه؟ من همیشه فکر میکنم که اون روز میرسه اگه آخه همش به ما میگن اگه اصلاح طلبا بیان آزادی بیشتر میشه واقعا خودت فکر میکنی اگه اصلاح طلبا تو قدرت بودن میتونستی آواز بخونی؟ خب بودن م... عملاً که دیگه, دیگه تموم ماجرا این حرف کف خیابونه مردمه خود مردم توی خیابون وقتی میان این حرف رو میزنن و در رگیری آخر هم نشون دادن که دیگه واقعا براشون این مسائل وجود نداره و اگر بود اونها حتما یک کاندیدای اصلاح طلب هم اونجا میذاشتن و طبق معمول مردم رو میکشوندن پای صندوق ولی دیگه وجود نداره همچین اعتمادی در مردم خدا رو شکر من یه سوال پرسیدم که ازت میخواستم برات گردونم به روزایی که تو ایران بودی خب بالاخره اصلاح طلبها سر کار بودنی واقعا مام. تجربه خودت چیه به عنوان یک زن چه محدودیت هایی برای تو وجود داشت زمانی که طلبات تو قدرت بودن مثل همیشه ببین شاید یکی ذره کوچیک یک فضای اجتماعی در ایران یک مقدار کوچیکی بازتر میشد مثلا توی شهرهای بزرگتر ولی مسئله اینه که من خودم وقتی از ایران اومدم بیرون و اینجا رفتم دانشگاه درس خوندم فقط حسرت بردم <applause> برای اینکه فهمیدم که بهترین سالهای زندگیم که باید در دوران دانشجوییم توی ایران به بهترین شکل سپری میشد همش در فشار و اختناق بودی من همش بعد به فکر این روسری این مغنعه جوراب پام ناخون دستم و اینها بو می بودم که یه وقت دم در دانشگاه و من گیر ندن منو راه ندن یا همیشه محدودیت وجود داشت جلوی ما رو در شهر میگرفتم و میگفتم با هم کلاسی خودت نباید از سلام بکنی برای اینکه اینجا شهریه که ما این کارو نمی کنیم شما از تهران اومدین مثلا نبر اینجا با پسرها مراوده داشته باشه یه سوال میپرسم خدا الانو نپرسیده دلم به تاپ تاپ افتاد اگه بتونی بری ایران همین الان همین امروز بیده پرواز کپ دستت اولین جایی که میری سر بزنی بهش کجاست <تصفيق> 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 اصلا اتفاقا چند،, چند وقت پیشه که از دوستام که مثل من هم سالهای زیادی بود ایران نرفته بود رفت ایران و وقتی که ویدیوی ورودش به تهران رو استوری کرد گذاشت اینستاگرام بعد از چند دهت ده دوازده سال رفته بود ایران و استوری گذاشته بود که داشت اتوبانی که به سمت آزادی میره و اینها رو نه اتوبان دقیقا اسم اتوبان رو یادم نیست یادگار بود یا کجا بود ولی همین که وارد شده بود به تهران این استوری گوشه و سلام تهران من من همین که این استوری رو دیدم همینجور اشکام اومد یعنی با خودم یه فکر می‌کردم یعنی منم میشه برم یه روزی ایران و وارد و اون،, اون, هوا اون فقط برم یعنی اصلا دیگه مهم نیست کجا برم یا اول اینجا کجا برم یا خونه چه کسی برم یا در خونه کی رو بزنم ولی برم فقط برم بتونم دوباره کشورم ببینم دوستامو ببینم خانوادم رو ببینم هر جایی که باش خاطره دارم بتونم برم قدم بزنم برم ایران رو بگردم جنگلن. تمام شهرهای ایران رو برم بگردم رو که نتونستم تو اون تایمی که ایران بودم تو اون زمانی که ایران زندگی میکردم برم و مسافرت کنم بعد دوست دارم برم و همه جای کشورم نفس بکشم من خانواده دارم ایران دوستانی دارم ایران که دارم میبینم چطور دارن عذاب میکشن چطور دارن زندگی میکنن و مسئله اینه که جمهوری اسلامی در هیچ زمینه ای به فکر مردمش نیست در هیچ زمینه شما ب... یک چیز ساده ای مثل واکسن رو که دیگه در همه جای دنیا داره در اختیار مردم قرار داده میشه در جمهوری اسلامی با افتخار توی روزنامه رسمی کشور چاپ میکنن که ایجنت های وجود دارن در سطح شهر شما رو میبرن توی خونه ها و شما باید م... مبالغ گذافی بدین که بتونین واکسن بزنین مردم دارن پرپر پر میشن داخل ایران و اینا هیچ اهمیتی براشون نداره همچنان لبنان و حزب و سوریه و عراق و همه جای دنیا برای اینها مهم هستن جز مردم ایران جز خاک ایران حرفت خطاب به اون بخش از سلبریتی ها خواننده ها چه رایی که تریبون دارن چیه من حرفم با اوناییه که وسط بازی میکنن میخوام اینجا با اونایی حرف بزنم که وسط بازی میکنن این دوره وسط بازی ها دیگه تموم شده بسیاری از سلبریتی ها مخصوصا در این دوران سختی که مردم دولت حکومت در کنار مردم نبوده اونا هم انگشتشون رو سمت مردم گرفتن و گفتن تقصیر شماست بیرون میرین چرا در مغازتون رو نمیبندین چرا نمیدونم مراعات نمیکنین در صورتی که یک کدوم اونا انگوشش رو سمت حکومت نگرفت که بگه چرا واکسن نمیزنید چرا به این مردم نمیرسید چرا جنوب وزش اونه خوزستان وزش اونه محیط زیستمون وزش اونه شادی عزیز امیدوارم هم خودت هم نامت به ایران برگرده دمت گرم بهت افتخار میکنم مرسی امیدوارم که با هم <applause> ولی من میبرم ات قومیکولا تو تهران نمیمونیم <applause> من از خودم بیام قومیکولای شما رو ببینم <applause> مرسی که اومدی تا بعد مرسی از تو و انرژی خوبه تون چشات یه هیولاست که میخواد خون منو سر بکشه آقا حرومه وقتی همه بفهمن که چی تو سر تو میگذره کار تمومه کار تمومه فکرت مریض قلبت مریض با همه دنیا تو ستیز خنجرت هم همیشه تیز اما مخت کند دنیا شده شما هم پیشنهاد بدین مهمونه بعدی برنامه کی باشه به پایان این قسمت تبلت رسیدیم یه دوربین دست ماست ما اینجاییم و میلیون ها دوربین دست شماست صداتون به گوش ما میرسه سانسور